درود درود به همه دوستان عزیزان، وقتتون خوش. چند تا مطلب رو خیلی کوتاه بهش بپردازم و از حضور دوستان مرخص بشم. اول اینکه امروز چند تا خبر خوب اومد. یکی از این خبرهای خوبی که مدت‌ها منتظرش بودیم در حقیقت این بود که اتحادیه اروپا و دنیای غرب یه تصمیمی بگیره این وسط، وقتی الان داره اوضاع احوال ایران رو میبینه، بیاد و یه کار عملی انجام بده. امروز خوشبختانه البته بعد از اون دیداری که شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی با چند تن از نمایندگان اتحادیه اروپا و چند تن از نمایندگان کشورهای اروپایی داشت، که حتما همتون یادتون هست، حدود 10-15 روز پیش، 20 روز پیش، امروز اتحادیه اروپا اعلام کرد که یک سپاه پاسداران تروریستی جمهوری اسلامی رو در لیست تروریستی میذاره و دو، اتحادیه اروپا اعلام کرده که سفارت‌های جمهوری اسلامی در اروپا رو تعطیل خواهد کرد. این بسیار بسیار خبر خوبیه. البته ما میدونیم که این مافیای غرب و مافیای شرق اینا دنبال منافع خودشونن، دلشون برای من و شما ایرانی نسوخته، اما همین اقدامشون برای بستن لانه‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور، این یک حرکت بسیار بسیار مهم در مسیر انقلاب ملت ایرانه که توی این روندی که داره میره کمک میکنه به پیروزی مردم ایران. اگر سفارت‌های جمهوری کثیف آخوندی در خارج از کشور تعطیل بشه، به تبع سفارت‌های این کشورها در داخل ایران هم تعطیل میشه و جمهوری اسلامی در یک انزوای کامل دیپلماسی قرار میگیره. این یه خبر خوب. مطلب دیگه، خب انقلاب ایران، رستاخیز ایران همچنان در جریانه. همه دوستانی که حالا اونایی که داخل ایرانن که بهتر از ماهایی که در خارج از کشور هستیم میدونن که انقلاب با چه شتاب و با چه توانی در حال پیشروی، البته سرکوب جمهوری اسلامی، سرکوب نیروهای تروریستی جمهوری اسلامی هم خب در کنارش ادامه داره. ویدیوهاشو دیگران پخش کردن، ما هم رو برگه‌هامون گذاشتیم. اما یه مطلب خارج از همه این مسائل، دو روزه که ما اومدیم توی اینستاگرام اعلام کردیم که هموطنان بیاین دست به دست هم بدین و به همدیگه یاری برسونین. یعنی اون کسایی که خانواده هاشون رو حالا به هر دلیلی، سرپرست خانواده، فرزندشون رو، عزیزشون رو از دست دادن و در مضیقه هستن رو بیایم یاری برسونیم، بیایم کمک برسونیم. کسایی که فرزندانشون گرفتار شدن توسط جمهوری کثیف آخوندی، بیایم به اینها یاری برسونیم، به خانواده ها یاری برسونیم که این قدرت خانواده ها بیشتر بشه. ببینید مبارزه راه های مختلف داره. یکی از اهداف جمهوری اسلامی در این سالهای 40 خورده ای سال این بوده که ملت ایران رو فقیر و فقیر و فقیر و فقیر و فقیرتر کنه، که این ملت توان بلند شدن نداشته باشن. حالا یکی از روش‌های مبارزه در کنار رستاخیز ایران و انقلاب ایران همین دست همیاری به سوی همدیگه دراز کردن و کمک کردن به همه. من امروز چند تا، بعد از این دو روز، من امروز مخصوصا چند تا واقعه رو به چشم دیدم و در جریانش قرار گرفتم. اول اینکه جمهوری کثیف آخوندی هزینه نیروهای تروریستی و سرکوبگرش رو که آورده، از فاطمیون و هشت و شعبی و نمیدونم زینبیون و کوفت و زهرمار و لبنان و یمن و انواع و اقسام اراذل و باشه تروریستی که آورده برای سرکوب مردم، هزینه اینها رو داره از مردم ایران میگیره. چجوری میگیره؟ امروز ما یک هموطنی رو داشتیم که دستگیر شده بود توسط جمهوری اسلامی و برای آزادی این هموطن، یعنی برای آزادیش که بعداً حالا در آینده دادگاهی بشه، 70 میلیون پول درخواست کرده بودن. 70 میلیون، یعنی این شده قانون جمهوری اسلامی که برای کسی که میخوای از بازداشت در بیاری 70 میلیون، برای پیکری که میخوای تحویل بگیری 100 میلیون باید پول بدی. این کثافتان، این ایران ستیزان، ببینید چگونه دارن مردم ایران رو توی فشار و توی تنگنا قرار میدن. حالا یه خواهشی که دارم از بچهای داخل ایران، مخصوصا کسایی که توی میدان هستید، مخصوصا کسایی که توی خیابان هستید، تا اون جایی که میتونید، تا اون جایی که براتون امکان داره، اجازه ندید این اراذل اوباش جمهوری اسلامی کسی رو با خودشون ببرن.
یعنی به هر قیمتی که شده اجازه ندید کسی رو این عرازل با خودشون ببرن. حالا ضمن آزار و اذیتی که انجام میدن که امروز خبراش تقریبا اومده، تجاوزهایی که انجام میشه و من نمیخوام وارد اون مسائلش بشم، ولی اجازه ندید، تا اونجایی که میتونید اجازه ندید کسی رو با خودش جمهوری اسلامی و کفداران جمهوری اسلامی از خیابونها بدزدن و ببرن. این یه مطلب بسیار مهم. مطلب دیگه، امروز یه ویدیویی هم اومد، دیدم دو سه نفر از این آدم‌های سلبریتی هم اینو پست کرده بودن که یه تعداد جنازه‌های بی‌هویت بی‌نام و نشان رو گذاشتن و اون کسایی که میرن عزیزانشون پیکر عزیزانشون رو تحویل بگیرن، به اونها میگن بیاید پول بدید این جنازه‌های بی‌هویت هم ببرید و دفن کنید. یعنی برای جنازه‌های بی‌هویت که از دید اونها بی‌هویتن ولی از دید ما ملت ایران هستن، این کثافتان، این ایران ستیزان بابت اینها هم پول میگیرن. یعنی میخوام به شما بگم اوضاع جمهوری اسلامی به شدت و به حد وحشتناک ورشکسته و داغونه که داره از این طریق پول اراذل و اوباشش رو تهیه میکنه. یعنی داره از این طریق پول اراذل و اوباشش رو تامین میکنه. حالا اگر شمایی که در میدان هستید، شمایی که در خیابان هستید، اجازه دزدیده شدن جوانان رو به اراذل و اوباش جمهوری اسلامی ندید، یک پایه جمهوری اسلامی دوباره لنگ میمونه. یعنی این هم یک نوع مبارزه است، این هم یه نوع به قول معروف قطع کردن اون شریان اقتصادی جمهوری اسلامیه. جمهوری مرده خور، آخوند ذاتش مرده خوره، آخوند انگل مرده خوره، آخوند از مرده پول میخوره، آخوند از مرده خون میخوره، آخوند از مرده نون در میاره. همه تون میدونید شغل آخوند ها چی بوده. حالا همین آخوند مرده خور امروز شده حاکم یک کشور و همین آخوند مرده خور یه سری تروریست اراذل و اوباش رو تربیت کرده، انداخته به جون مردم ایران و داره از اون طریق هم به قول معروف تغذیه اقتصادی میکنه. چند تن از دوستان، چند تن از هموطنان در 48 ساعت گذشته اعلام کردن در دایرکت دستاخیز سیمرغ، پیرو همون ویدیویی که گذاشته شد، اعلام کردن که ما میتونیم حالا در حد 1 میلیون 2 میلیون نمیدونم 100 هزار تومان 200 هزار تومان کمک کنیم. شما نمیدونید امروز، همین امروزی که الان نیمه شبش هست، چه اتفاقات خوبی رقم خورد. شما یک شفق قطبی رو که میدونید چیه، شفق یک صحنه زیبا، در عین زیباییش ترسناک، در عین ترسناکیش خوشرنگ و قشنگ و شاده. امروز یک همچین شفقی رو ما در رستاخیز سیمرغ به چشم خودمون دیدیم. چجوری دیدیم؟ هموطنانی که اعلام کرده بودن که میتونن کمک کنن، امیدوارم توی این لایف هم باشن دوستان و بدونن چه اتفاقی افتاد. امروز موفق شدیم یک پیکری که جمهوری کثیف آخوندی به گروگان گرفته بود و 100 میلیون پول بابتش میخواست رو کمک کنیم، نه اینکه ما تأمین کنیم، کمک کنیم که این اتفاق بیفته و این پیکر به خانوادهش تحویل داده بشه. این یکی از در عین وحشتناک بودنش، در عین تاریک بودنش، در عین ترسناک بودن و غم انگیز بودنش، اما یکی از اون نکته ها یا اون نقاط زیبایی بود که همین هموطنانی که اعلام حمایت کرده بودن باعث شدن که این پروسه جلو بیفته و این خانواده‌ای که بسیار هم وضع مالی وحشتناک بدی داشتن موفق شدن این کار رو انجام بدن و این پیکر رو بگیرن. یک بازداشتی دیگه رو در یکی دیگه از استانهای ایران امروز موفق شدن خانوادهش این بازداشتی رو در بیارن و 70 میلیون پول ازشون خواسته بودن که با بالا و پایین و آشنا و پارتی و فلان و هزار بدبختی که ما در جریانش هستیم، با 50 میلیون تونستن این فرزند 17 ساله رو از چنگال اهریمن بیرون بکشن که بسیار همین طفلک زده بودنش. حالا کاری به اون مسائلش ندارم، نمیخوام واردش بشم، اما این فرزند هم امروز به خانواده‌اش برگشت. با کمک کی؟
بخشی از این هموطنانی که اعلام آمادگی کرده بودن و بخشیش هم که خودشون چند روز طبق صحبتایی که باهاشون داشتیم تهیه کرده بودن ولی کم بود. این دو تا حرکت. یه حرکت دیگه امروز توی تهران انجام شد. یک خانومی که از شهرستان اومده بود توی تهران گرفتار شده بود، گرفتار همین مسائل شده بود، امروز با کمک یه عده از دوستان و با همکاری اون دوستانی که اعلام پشتیبانی کرده بودن، ما موفق شدیم مشکل اون هم حل کنیم و اون هموطن اونم به سلامت به شهرش برگرده. و یه کار دیگه ای که حالا در مورد اون صحبت نمی کنم تا به نتیجه برسه، میخوام بهتون بگم در عین تاریکی، در عین وحشتناک بودن و در عین زیبا بودن این انقلاب مردم ایران، ما با اون همراهی، با اون همکاری، با اون همدلیمون میتونیم این رو به یک صحنه حماسی تبدیل کنیم. جوان ها توی خیابون دارن مبارزه میکنن، مرد و زن، پیر و جوان، و اون خانواده هایی که به هر دلیلی اینجوری گرفتار شدن که الان توی این تنگناها قرار گرفتن، اونها هم از بند آزاد بکنیم که به سنگر مبارزان در داخل ایران، در داخل خیابون ها بپیوندن. این بسیار بسیار کار قشنگیه، کار زیباییه. یعنی حداقل ما در 48 ساعت گذشته این رو به چشم خودمون ضمن این که از بچه ها، از آدم های مختلف توی استان های مختلف هم خواستیم که برن تحقیق کنن در کنار مبارزهی که انجام میدن، اون خانواده هایی که آسیب دیدن، اون خانواده هایی که دیدید شنیدید، دختر شیر، دختر مهابادی رو شنیدید صداش رو که از قلب مهاباد چی به شما گفت. داریم از طریق دوستانی که حالا میشناسیم یا دوستانی که خودشون معرفی میکنن، داریم این نوع خانواده ها رو هم پیدا میکنیم. قرار نیست دختر 7 ساله بیاد توی خیابون برای من شما انقلاب کنه. قرار نیست پسر 11 ساله بیاد برای من شما انقلاب کنه. قرار نیست یک پیرمرد 90 ساله با بیماری های آنچنانی بیاد برای من شما انقلاب کنه. قراره ما ملت ایران، ما جوونا، ما نسل جوون انقلاب کنیم. ولی همین انقلاب کردن نسل جوان یه تبعاتی داره. کسی که میاد توی خیابون دو تا فرزند داره، دو تا فرزند کوچیک داره، حالا یا توسط تروریست‌های جمهوری اسلامی به قول معروف کشته میشه یا باز توسط تروریست‌های جمهوری اسلامی بازداشت میشه، اون دو تا طفلی که توی خونه هستن، اونها باید توسط شما مردم ایران حمایت بشن، باید حمایت بشن. خب چجوری میشه حمایت بشن؟ شما تو همسایگانتون، توی شهرتون، توی خیابونتون، توی محلتون ممکنه این آدم‌ها رو بشناسید. برید کمک کنید، برید در خونه هاشون و کمک کنید. برید بگید اگر پدر شما نیست ما هستیم. برید بگید اگر برادر شما رو گرفتن ما به عنوان برادر با شما هستیم. برید بگید اگر خواهر شما رو کشتن ما به عنوان خواهر شما هستیم. یعنی میخوام این همبستگی بین ملت ایران از همین جاها قدرت بگیره که شما توی خیابون ها مشت گره کردش رو ببینید. این یکی از اون کارهای بسیار بسیار حساس و اساسی در روند انقلاب هاست تا به اون روزی برسیم که امیدوارم هر چه زودتر باشه اون جمعیت میلیونی بیاد توی خیابون ها توی تهران و سر ما رو قطع کنه. بنابراین اگر میتونید بگردید این آدم ها رو پیدا کنید در کنار انقلاب، در کنار حضورتون در خیابان، این رو هم جزء وظیفه خودتون بدونید. یه لحظه فکر کنید خودتون رو، فرزندتون رو، همسرتون رو یا پدرتون رو یا مادرتون رو، و خودتون رو جای اون هموطنی بذارید که حالا یا در بنده یا توسط جمهوری اسلامی کشته شده و پیکرش هنوز تحویل خانواده داده نشده. تصور کنید وضعیت خانوادهتون به چه صورت میشه. حالا اگر کسی نباشه و از این خانواده حمایت کنه فکر کنید چه اتفاقی میفته. بنابراین نباید بذاریم اون کسانی که به هر دلیلی یا عزیزانشون رو از دست میدن یا عزیزانشون گرفتار میشن احساس تنهایی کنن. میدونید چه حس قشنگ و چه حس قدرتمندی بین خانواده های دیگه شکل میگیره. بنابراین اگر تونستید خودتون، اگر نتونستید کسایی که میخواید کمک کنید. قرار نیست به رستاخیز سیمرغ پولی بدید، قرار نیست به من، به جناب کمارپور و دوستانمون پولی
پولی بدید. به هیچ عنوان قرار نیست این کارو بکنیم. قراره اعلام آمادگی کنید، بگید من 1 تومن، 500 تومن، 100 تومن، 10 میلیون، 100 میلیون، هر چقدر من میتونم کمک کنم. ما از اون دوستانی که به قول معروف این خانواده ها رو پیدا کردن یه سری اطلاعات میگیریم و ما توی دایرکت به شما میگیم این پول رو چجوری به دست این خانواده ها برسونید. خیلی از جوان ها توی خیابون ساچمه خوردن، بدنشون پر ساچمه است، اما نمیتونن برن بیمارستان، چون اگر برن بیمارستان در دام اطلاعاتی کفتاران جمهوری اسلامی گیر میکنن. خب چگونه باید این جوان مداوا بشه؟ هزینه داره. دکتر بخوای بیاری توی خونه هزینه داره. حالا دکتر هم بیاد، رایگان هم بیاد، اما اون لوازم، اون دارو، اونها هزینه داره. خب این هزینه رو کی باید بده؟ اون جوانی که اومده توی خیابون با سنگ داره مبارزه میکنه، اون که بچه پولدار نیست که. بچه پولدارها، انگلزاده ها در اروپا و آمریکا و کانادا دارن با پول من و شما ایرانی اشغالشون میکنن. اون کسی که اومده توی خیابون، اون ملت ایرانه که 44 سال پیش کشورش اشغال شد. اون ملتیه که از اون شکوه و عظمت و اعتبار پایین کشیده شد و اومد در سطح گورخواب و کارتونخواب و قبرخواب و خیابانخواب و ماشینخواب و اتوبوسخواب و و و و و هم با وقت سبا داستان ها. بنابراین برای اون جوونی که میره مبارزه میکنه و زخمی میشه، یه کسی باید کمک بفرسته. اون یه کس شخص شمایی که داخل ایرانی یا حتی خارج از کشوری، فرق نمیکنه. اونی که خارج از کشوره میتونه فامیل داره در داخل ایران، خواهر، برادر، اقوام، یه کسی رو داره، از اون طریق پول رو برای اون فامیلش بفرسته و از اون فامیلش بخواد بره به این مبارزان داخل ایران کمک کنه، یا به خانواده های نیازمند مسیر انقلاب کمک کنه. این کار قشنگیه. اگر هم ندارید داخل ایران یا نمیخواید وارد یه سری مسائل بشید، میتونید به صفحه رستاخیز سیمرغ دایرکت پیام بدید و اعلام کنید که چه مبلغی میخواید کمک کنید. ما اونو با شما هماهنگ میکنیم که شما از چه طریقی به اون خانواده این کمک رو برسونید. این یه حرکتیه که میشه در کنار آگاهی رسانی، در کنار افشاگری، در کنار مبارزه، در کنار پخش ویدیوهای انقلاب، در کنار ساپورت بچه‌ها در داخل ایران این کارم انجام بدیم و باید انجام بدیم. یه روش دیگه‌اش، توی خیابون داری میری، بچه‌های مبارز رو داری می‌بینی. بچه‌ها رو دیدی توی خیابون جمع شدن و این بچه‌ها دارن با سنگ مبارزه می‌کنن. برو بغل دست تک تکشون، بگو این 100 هزار تومانو بگیر بذار تو جیبت، به جای سنگ برو هزینه کوکتلتو تهیه کن. برو با کوکتل مولوتوف بجنگ. به جای سنگ برو ابزار بگیر، با ابزار بجنگ. میشه این کارا رو کرد. نگید ما آقا این جوونا رو از کجا پیدا کنیم، ما از کجا بدونیم کی مبارزه. تو خیابونن، پنجره خونتو باز کن، تو خیابون رو نگاه کن، مبارزا رو میبینی کف خیابون. به اونها کمک برسونید که اگر 50 نفرشون با سنگ میجنگن، 5 نفرشون 10 تا کوکتل مولوتوف داشته باشن که اون کاروان سرکوب که میاد با همون 10 تا کوکتل میتونن کارشون رو بسازن. اینا روش هاییه که باید انجام بدیم. بنابراین خواستم این اتفاقات امروز رو بگم. از اون دوستانی که کمک کردن، همونایی که اعلام آمادگی کردن و همونایی که این اعلام آمادگی رو انجام دادن، یعنی ما وقتی بهشون گفتیم این کار رو انجام بدید، کار و زندگیشون رو گذاشتن ولی این کار رو انجام دادن. من به عنوان یک ایرانی و جناب کمالپور در رستاخیز سیمرغ از شما دوستان بی‌نهایت سپاسگزاریم و تقاضا داریم دوستان دیگه، هموطنان دیگه در شهرهای مختلف، چه داخل ایران چه خارج از کشور، چه داخل چه خارج، احساس مسئولیت کنید و بیاین به این بچه ها و به این خانواده های داخل ایران کمک مالی برسونید. به من، به رستاخیز سیمرغ، به جناب کمالپور قرار نیست پول بدید. اون کسی که میومد اون کارا رو میکرد، اون آدم های بی پدر مادری بودن مثل شهرام شارلاتان. اونها میومدن میگفتن بیاید به تلویزیون ما پول بدید. دیدید همین الان هم هستن دیگه، آقا بیاید به این تلویزیون، به این سنگر مبارزاتی پول بدید. یک قرون پول به خارج از کشور ندید، یک قرون پول به
تلویزیون چیا ندید، یک ریال به جریان‌های سیاسی پول ندید، یک ریال ندید، اما همون پول رو ببرید در خیابان به بچه‌های کف خیابان بدید. اون پیروزیه، اون باعث پیروزی میشه. به شهرام شارلاتان و او یکی تلویزیون و این یکی تلویزیون پول ندید. پولی که شما به رسانه ها میدید در حقیقت دارید به اون جوان های داخل خیابان خیانت میکنید، چون رسانه ها دکان هایی هستند، دکان های سنبش، که منافعشون در بودن جمهوری اسلامیه، نه در نبودن جمهوری اسلامی. شما فکر کن اگر جمهوری اسلامی نباشه این رسانه ها میخوان چیکار کنن؟ این رسانه ها اگر جمهوری اسلامی نباشه هزینه شون رو از کجا میخوان میارن بدن؟ هزینه های هزاران هزار دلاریشون. بنابراین حفظ جمهوری اسلامی یعنی تأمین منابع دکانداران رسانه‌ای در خارج از کشور، به همین سادگی. هر کسی میتونه کمک کنه به بچه‌های داخل، در داخل ایران و در خارج، یا خودتون انجام بدید یا اگر تمایل داشتید به مرگ رستاخیز دایرکت پیام بدید، ما این هماهنگی رو انجام بدیم که کمکتون به اون جایی که باید برسه برسه. سپاسگزارم از همتون که این لایو رو دیدید. امیدوارم که این ویدیو رو، این لایو رو پخش کنید در دایرکت، برای دوستانتون هم بفرستید و دیگران هم دعوت کنید. ضمن حمایتش 100% از انقلاب ایران، در کنارش این رو هم مسئولیت خودتون بدونید، این رو هم وظیفه خودتون بدونید. سپاسگزارم. پاینده ایران و جاوید شاه.